به نام و یاد خدا با عرض سلام. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در آغاز سر خط خبرها. تأکید عبدالله عبدالله بر ادامه گفتگوهای سیاسی درباره حکومت وحدت ملی. عبدالله عبدالله میگوید که گفتگوهای سیاسی امتیازخواهی نخفند بود و این گفتگوها ادامه خفند یافت. مذاکرات فعلا جریان دارد. این پروسه سیاسی، پروسه امتیازخواهی نیست. انتخابات دور دوم اگر نتیجه اعلان شد، اون نتیجه نبود، اون نتیجه باطل شد، خلاص ختم. طالبان رها شده از زندان، رهبران جنگی مخالفان در ولایت کندوز. در کندوز نبرد سخت میان طالبان و نیروهای امنیتی ادامه دارد که بخش بزرگ جنگ طالبان را کسی رهبری میکند که از زندان رها شده است. مولوی سلام 500 نه بالاتر از 2000 نفر میان رهبری دارد. فعلا از دشت ارچی است. قبلا این بندی بوده، بالاخره رها شده و آمده رهبری طالبان. واکنش ایالات متحده آمریکا از اخراج خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز از افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که اخراج این خبرنگار مخالف تعهدات حکومت افغانستان درباره آزادی بیان است. شرایط داخل حکومت و بیرون از آن بسیار سیاسی شده است. اما این که از بحر یک گزارش به خاص مقام‌های افغان نوشته نشده و من را اخراج کردند خیلی مایوسانه است. و ازدواج‌های گروهی در چین. 100 زوج جوان امروز در چین به گونه گروهی ازدواج کردند. سلام و شب شما بخیر. عبدالله عبدالله میگوید که گفتگوهای سیاسی امتیازخواهی نخفند بود و این گفتگوها ادامه خفند یافت. آقای عبدالله تاکید میورزد که بازرسی آرا عدالت را باید تضمین کند. عبدالله عبدالله یک بار دیگر ایجاد حکومت وحدت ملی را به خیر افغانستان میداند. در همین حال معاونان عبدالله عبدالله از تقلب های گسترده انتخاباتی به شدت انتقاد میکنند و تاکید میورزند که روند بازرسی آرا باید بسیار دقیق انجام شود. دسته انتخاباتی اشرف غنی حمدزی در واکنش به گفته های عبدالله عبدالله میگوید که به گفته های عبدالله عبدالله باور دارند. هدف این نشست رایزنی درباره چگونگی دفاع از آرای مردم است. شکوه اصلی در اینجا از تقلب های انتخاباتی است. هواداران عبدالله عبدالله از ولایت های گوناگون اینجا سخنهایی درباره رسیدگی به تقلب های انتخاباتی گفتند. عبدالله عبدالله هم بر ادامه گفتگوهای سیاسی با اشرف غنی احمدزی درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید می‌ورزد. مذاکرات فعلا جریان دارد. این پروسه سیاسی، پروسه امتیازخواهی نیست. انتخابات دور دوم اگر نتیجه اعلان شد، اون نتیجه نبود، اون نتیجه باطل شد، خلاص ختم. اما محمد محقق از چگونگی بازرسی آرا انتقاد می کند و کمیسیون مستقل انتخابات را عامل اصلی این همه تقلب ها می داند. وزارت داخله مکتوب داده که این محلات بسته است، اما یک روز پیش از انتخابات تقلب سالارا به هدایت اونم آدمی که گوسفندا را چاق کرده فیصله کردند. آقای نورستانی بیچاره خود گرنگ آدم است و معلوم نیست که چه وقت بیهوش است، چه وقت بیهوش است. اونا فیصله کردن این محلات باز کردن، باز نشان دادن. نیروی امنیت افغانستان میگه که بسته است، اینا میگه باز شود. به نام از اونا صندوق پر کردن. نهایی سازی لایحه ابطال آرا از دیگر خواست های مهم این دسته انتخاباتی است. ما امیدواریم که دی ملل متحد لطرف سیکم متخصصین دی تفتیش لپار راغلی دی آغا فقط تخنیکی کار وکوی آغا وگوری هاگا صندوقونه چی ریزرشک نلری هاگا صندوقونه چی د کاندیدان ولیس نه لري هغه صندوقونه چې لکنن غوندي یا څو ورځې مخکې غوندي خالي صندوقونه راوځي. د دغه په نتیجه کې باید تصمیم ونیول شي. اما واکنش دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به گفته های عبدالله عبدالله این گونه است. آنچه که جناب دکتر سب عبدالله عبدالله در مورد روند تکنیکی گفتند عیناً فکرهایی است که تیم تحول و تداوم هم به او باور داره. ما خوشحال هستیم که جناب دکتر صاحب تعهد تیم محترم اصلاحات و همگرایی را و تعهد تیم خود را و ادامه روند سیاسی بیان داشتند و بالمقابل ما پابندی کامل خود را به این روند تاکید میکنیم. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی چهارشنبه شب نیز گفتگوهایی داشتند.
گفتگوهای درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی و حل اختلافهای انتخاباتی. در کندوز نبرد سخت میان طالبان و نیروهای امنیتی ادامه دارد و بخش بزرگ جنگ طالبان را کسی رهبری میکند که از زندان رها شده است. فرمانده پلیس کندوز میگوید که در میان جنگجویان طالبان شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، چچن و پاکستان نیز دیده شدند. کریم امینی که نیروهای امنیتی را از نزدیک در این نبرد همراهی کرده است، در گزارش میگوید که طالبان در چند کیلومتری شهر کندوز رسیدند. در این گزارش آمده است که نبود پشتیبانی هوایی و جنگ افزارهای سنگین نبرد را برای نظامیان افغان دشوار ساخته است. نبرد در کندوز سنگین تر از آن است که به تصویر کشیده می شود. بیشتر از 3000 طالب از 4 طرف بر این ولایت حمله کردند و تلاش دارند تا اداره بخش های از این ولایت را در دست گیرند. حمله های طالبان از روزهای عید آغاز شدند و تا کنون ادامه دارند. به خط نبرد در ولسوالی 4 دره می رویم. طالبان 15 پاسگاه پلیس محلی را در این ولسوالی تصرف کردند و شمار دیگر در محاصره ایشان است. این نیروها برای بیرون کشیدن یکی از پاسگاه های در محاصره طالبان مأمور شدند. برو! اینجا منطقه فلو کمر ولسوالی 4 دره. نیروهای امنیتی افغان هم اکنون در حال پیشروی هستند تا در آنجا خود را برسانند و آن پوسته امنیتی را از محاصره طالبان بدر بیاورند. پس از یک شبانه روز نبرد، جنگجویان طالب از میدان نبرد دور رانده می شوند و یک پاسگاه پلیس از محاصره بیرون کشیده می شود. ما در 10 دقیقه نیم ساعت دیگه یک ساعت دیگه نمیرسیم، پاسگاه شانس قوت میکرد. اول کلگی برآمده بود، تیار آمده گرفتم. اما جنگجویان طالبان زیاد دور نرفتند و این پاسگاه هنوز هم در تهدید است. به نظر می رسد که نگهبانان این پاسگاه دیگر تحمل گرسنگی را ندارند. در حالی که آتش نبرد تا کنون خاموش نشده است، اما این سربازان فرصت می یابند تا خوراک تهیه کنند. جنگجویان طالب بیشتر در خانه های غیر نظامیان مخفی هستند و بر نیروهای امنیتی گلوله‌باری می کنند. برای این کار از همین تیرکش ها که بر دیوارها دیده می شوند کار می گیرند. او بغل دیگه دشمن است. دو پوستیم برم دو جمع آسر است. آنی نان داره، آنی چیز مهمت هم کم است. بی خیلی دیگه بچه ها مهمت نداره. همیه و مقصد شو مقصد خمخب می شده. میاره؟ از چی وقت دو پوسته وجود آسر بوده؟ دو میت. تا دو میت آسر است تا هم ریزن. در گوشه دیگر ولسوالی 4 دره نیز نبرد سخت ادامه دارد. به نظر می رسد که طالبان در حمله بر این ولسوالی تمامی توانشان را به کار گرفتند. این ساختمان که در حال حاضر در تصرف جنگجویان طالب است، پیشتر پاسگاه پلیس محلی بود. کشتزارها و درختها نیز نبرد را دشوار ساختند، زیرا طالبان از میان کشتزارها و درختها حمله هایشان را انجام می دهند. فقط از ایسای دست چپ تا ایسای دست راست به حدود 3000 متر اینا خط انداختند. نبود پشتیبانی هوایی از علتهای بعد درازا کشیده شدن نبرد در کندوز گفته شده است. ظرفیت و قابلیت امروزی اردوی ملی البته مکمل پاسخگوی تمام نیروها نمی باشد. کندوز بدترین روزها را نسبت به یک دهه اخیر سپری می کند. اما این همه جنگ و ناامنی برخواسته از چیست؟ رهایی زندانیان طالبان نخستین علت ناامنی در این ولایت گفته شده است. مولای سلام 500 نه بالاتر از 2000 نفر امیال رهبری دارد. فعلا از دشت هرچی است. قبلا این بندی بوده، بالاخره رها شده و آمده رهبری طالبان را میکند. نزدیکی مردم با طالبان در بخش‌های از این ولایت نیز به افزایش فعالیت‌های طالبان کمک کرده است، زیرا گفته‌های وجود دارند که مردم در بخش‌های از این ولایت به طالبان پناه و غذا می‌دهند. این مرد که با خانواده‌اش از شدت نبرد گریخته است می‌گوید که پسرش طالب است. طالب دو کریم است، طالب بچه خودم است، از کدام خارج به ما نیامده است که ما اربکی از ظلم میکنم. ما مردم کوچی هستیم، ما طالب هستیم، با خاطر اربکی طالب هستیم، نمیمانیم بازم جنگ میکنیم.
جنگ در کندوز اثرهای بدی بر غیر نظامیان نیز گذاشته است. تا کنون 21 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. صدها خانواده بیجا شدند و در وضعیت بدی به سر میبرند. این بیجا شدگان کشتزارها و دار و ندارشان را رها کردند و به بخشهای امن این ولایت پناه بردند. جنگ و ناامنی بر کندوز و کندوزیان سایه افکنده است و روشن هم نیست که میله های تفنگ از حالت آماده به تیراندازی چی زمانی روگردان شوند و صدای شلیک گلوله دیگر گوش های مردمان کندوز را نیازارد و چهره های پریشان مردمانش هم تغییر کند. در همین حال ارتش افغانستان در 21 عملیات در 14 ولایت کشور با طالبان در حال نبرد است. وزیر دفاع ملی که به ولایت‌های شمال کشور رفته است میگوید که طالبان تلاش دارند تا ولایت‌های شمالی را بی‌ثبات بسازند. در این میان از ولایت‌های شمالی بدخشان، فاریاب و کندوز با عنوان ولایت‌های یاد شده که در حال حاضر گواه نبردهای سخت نظامیان افغان با جنگجویان طالب هستند. وزارت دفاع ملی علت افزایش نامنی‌ها و حمله‌های گروهی طالبان را در بخش‌های از کشور حضور هراس افغانان خارجی و کارشناسان نظامی پاکستان در کنار طالبان در میدان‌های نبرد، کاهش عملیات‌های شب‌هنگام و توقف عملیات‌های هوایی نیروهای ایسف می‌گوید. فصل جنگ و افزایش نامنی‌ها در کشور نگرانی‌هایی را به بار آورده است و بسیاری خانواده‌ها را آواره ساخته است. دامنه نامنی ها از جنوب و شرق به شمال نیز کشانیده شده است و در حال حاضر در 21 عملیات نیروهای امنیتی درگیر جنگ با طالبان هستند. افزایش نامنی ها پای وزیر دفاع ملی را نیز به شمال کشور کشانیده است. تمام آبانی کنمی شده شمال افغانستان بی ثباتی ایجاد کنم. این طرف هم در وضعیت خوب بود در گذشته. اما علت گسترش حمله های طالبان کدام ها هستند؟ به دلایل مختلفی کمیت دشمنان افغانستان در این فصل از سال بسیار افزایش یافته که یکی از عوامل حضور نظامی های خارجی و ملیشه های خارجی و افراد مشاور ISI در صفوف طالبا بود. دلیل دوم محدودیت های عملیات های شبانه هم تاثیر خود سر موضوع گذاشت. عدم پوشش هوایی که قبلا ISAF داشت هم تاثیر خود ماند. فصل سال هم خود به خود فصل جنگ هست و همچنین فضای سیاسی کشور هم یک مقدار تاثیر خود گذاشت. با ادامه درگیری ها در بخش های دیگر، فاریاب نیز با تهدید سخت مخالفان روبرو شده است. این ولایت 5 ولایت دیگر به شمول غور، بادغی، سرپل و جوزجان را وصل می کند. از امیر و طالبان می کوشند تا اداره این ولایت را به دست بگیرند. باور ما به این است که نیروهای ارتش و نیروهای بیشتر اوجا باشند تا ای که دوباره خط نشکند، در صورتی که اگر او خط دوباره شکست و بخشی از فاریاب با تصرف طالبان درآمد، از نظر جنگ یا استراتژی دیگه سایر مناطق تا مزار هموار است، دیگه مقاومت در مقابل طالبان در اونجا مشکل میشه. اما همین نگرانی وجود داره که به نیروها برمیگردن و دوباره طالبان اون مناطق را بگیرن و این نگرانی مردم است. وزارت دفاع ملی میگوید که با این همه چالش ها نیروهای امنیتی امسال به تنهایی توانستند بر طالبان تلفات سنگین وارد کنند. تلفات دشمن امسال نسبت به هر وقت دیگه بسیار زیاد بوده. کوشش کردن که از داخل پاکستان سربازی گیری کنن، مخصوصا از او طرف خط دیورن و با یک معاش معین اینا رو به افغانستان روان کنن که یک کار بسیار خطرناک است و با نفع این مردم نیست. با این همه اوضاع سیاسی حاکم، به درازا کشیده شدن انتخابات و رهایی نزدیک به 4000 زندانی طالب از بند از انگیزه های دیگری هستند که طالبان را جسورتر ساختند و امسال طالبان بر بسیاری از بخش های کشور به گونه گروهی حمله کرده اند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اخراج یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را از افغانستان نکاش می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که اخراج این خبرنگار مخالف تعهدات حکومت افغانستان درباره آزادی بیان است. سازمان ملل متحد نیز این رویداد را خلاف ارزش های آزادی بیان می داند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران و دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز این رویداد را نکوش کردند. این نخستین خبرنگار است که در 13 سال گذشته از سوی حکومت افغانستان از این کشور بیرون کشیده می شود. در این حال ریاست جمهوری می گوید که این اقدام برای سرکوب آزادی بیان نه بل از بحر دقیق نبودن گزارش وی بوده است. لوی سارنوالی افغانستان ماتیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز را به روز 3 شنبه ممنوع خروج اعلام کرد و سپس به وی 24 ساعت فرصت داد تا افغانستان را ترک کند. اما این اقدام لوی سارنوالی اکنون با واکنش های بیرونی و داخلی روبرو شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اخراج این خبرنگار را مخالف تعهدات حکومت افغانستان به ارزش های آزادی بیان می داند. سازمان ملل متحد هم از اخراج این خبرنگار از افغانستان ابراز نگرانی می کند و این کار را به حرمتی به آزادی بیان می داند. در این میان دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی این اقدام لوی سارنوالی را گونه از تحریف حقایق می داند. تیم تحول و تداوم و حمایت از رسانه ها، حمایت از آزادی بیان و حمایت از حقوق و آزادی های مدنی کاملا متعهد و پابند است و به این لحاظ برخورد تند و برخورد توأم با شدت را از جانب حکومت نسبت به این خبرنگار موجه نمیدانه و او را نکوهش میکنه. کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز از این رویداد ابراز نگرانی میکند. یک روز یک خبرنگار خارجی ممنوع الخروج میشه و بعد روز دوم اخراج میشه از کشور بدون از اینکه تحقیقات کافی و لازم اجرا شه و بعد ممنوع دخول میشه در افغانستان. در حقیقت یک مقدار سوال برانگیز است. در همین حال این خبرنگار میگوید از آنجایی که وی به علت پخش یک گزارش که خلاف خواستهای مقامهای حکومت افغانستان بوده است از این کشور اخراج میگردد مایوس شده است. من این را درک می کنم که حکومت افغانستان مشکلات سیاسی دارد و این یک زمان بسیار حساس برای این کشور است. شرایط داخل حکومت و بیرون از آن بسیار سیاسی شده است. اما این که از بحر یک گزارش به خاص مقام های افغان نوشته نشده و من را اخراج کردند خیلی مایوس کننده است. ماتیو روزنبرگ خبرنگار نیویورک تایمز در افغانستان پس از نشر گزارش درباره اوضاع انتخاباتی افغانستان و چگونگی تشکیل حکومت آینده در این کشور از سوی لوی سارنوالی مورد بازپرس قرار گرفت. لوی سارنوالی افغانستان از این خبرنگار خواست تا منابع و سندهایش را در اختیار این نهاد قرار دهد، اما وی حاضر به این کار نشد و سپس لوی سارنوالی فیصله کرد تا این خبرنگار افغانستان را ترک کند. مداخله در حریم خصوصی مخالف اصل‌های سیاست است. شمار از آگاهان با انتقاد از گفته های اخیر والی بلخ میگن که سیاستگران کشور نباید از بحر اختلاف‌های سیاسی به مسائل شخصی دیگران بپردازند. اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله از گفته های عطا محمد نور والی بلخ در برابر اشرف غنی احمدزی دفاع میکند. شمار از آگاهان با اشاره به گفته های اخیر عطا محمد نور والی بلخ که گفته است قیام در برابر کسی خواهد شد که خانوادهش افغان نباشد، میگویند که سیاستگران کشور نباید به مسائل خانوادگی همدیگر مداخله کنند. فرهنگ سیاست انتقاد از برنامه ها و پروگرام ها از ناکامی ها و کامی های یک فرد است، ولی تعرض بر حریم خانواده یک فرد به هیچ وجه در سیاست جای نداره. دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که گفته های غیر مسئولانه و تهدید آمیز به جز از پیچیدگی بحران سیاسی هیچ سودی دیگر نخواهد داشت. فعلا فصل مشترک است برای همکاری هر دو تیم و اعتماد سازی بین هر دو تیم و همچنین خلق اعتماد برای مردم افغانستان، و فکر میکنم کار گرفتن از زبان تهدید دیگر نه پاشنه آشیلی برای انتخابات هست و نه هم مسئولانه هست. شمار از باشندگان پایتخت هم تنش‌های لفظی را میان دو طرف انتقاد میکنند. اینا منحیث بزرگ و منحیث یک کسی که ما رهبر خودنا را تعیین میکنیم، مسائل فامیلی و مسائل شخصی را بجای بیارن، بین سر مسائلی بس کنن که در اوج منافع ملی مطرح است. خانون سبا منگا گورو چه اکثر رسانه او که پارون که بحثونه کیگی او پارون که خبری کیگی چه داد ملت او ده هیواد پا گتا نده، چه داد دیر بد پایلی لری. امروز مردم افغانستان و خصوصا مردم عام افغانستان
پشت یک لقمه نان شب و روز میگردن، حتی گرسنه در فقر زندگی میکنن. تا این اختلافات انتخاباتی رو دامن زدن و این آمی های چار اطرافشان که هست از این اختار بازی بگذارن، متوجه مردم شوند، متوجه مشکلات اقتصادی مردم شوند. اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هرچند تنش‌های لفظی را زیان‌آور می‌داند، اما از گفته‌های اخیر عطا محمد نور دفاع می‌کند. اگر اشاره شما مشخصاً به دیدگاه جناب محترم استاد عطا محمد نور است، چون یکی از شخصیت‌های برجسته و مطرح افغانستان هستند و دیدگاهشان دیدگاه معقول و مبین یک واقعیت بسیار روشن در افغانستان است. این تنش‌ها پس از آن آغاز شد که عطا محمد نور تهدید کرده است که اگر روند بازرسی‌ها یک جانبه پیش برود، مردم قیام مدنی خواهد کرد. اما اشرف غنی احمدزی در واکنش به آن با صدای بلند خندید و گفت که عبدالله عبدالله توافق کرده است که نتایج بازرسی‌ها را می‌پذیرد و جای به قیام نخواهد بود. تا لحظات دیگر، ازدواج های گروهی در چین، 100 زوج به گونه گروهی ازدواج کردند. ادامه خبرها. 100 زوج جوان امروز در چین به گونه گروهی ازدواج کردند. این مراسم که در شهر تورپان چین برگزار شد، تمامی جفتها با پوشیدن لباسهای سنتی به گونه گروهی ازدواج کردند. این مراسم به افتخار جشنواره سالانه انگور تورپان برگزار شد. این جفتها با پوشیدن لباسهای بزرگ عروسی و زیورالات سنتی در واگنهای اسب که با گروه موسیقی همراهی می شود و سوی مراسم ویژه‌ای که برای آنان گرفته شده است می روند. یکی از این جفتها می گوید که آنان آرزو داشتند تا مراسم عروسیشان که یکی از روزهای مهم زندگیشان است، همین گونه با کاربرد از وسایل ساده و سنتی جشن بگیرند. ما بسیار خوشحال هستیم که اینجا مردم زیادی برای آرزوی خوشبختی من آمدند. در این مراسم عروسی که هر ساله به افتخار جشنواره انگور تورپان در شمال غرب چین برگزار می شود، امسال 100 جفت به گونه گروهی ازدواج کردند. جشنواره انگور تورپان همه ساله از 20 ماه اگست تا 23 همین ماه در شهر تورپان ایالت شینجیانگ چین برگزار می شود و در آن سرگرمی های گوناگون فرهنگی، ورزشی و گردشگری انجام می شوند. روسیه 4 رستوران زنجیره‌ای مکدونالد را در این کشور بست. سازمان نظارت از مواد غذایی روسیه میگوید این رستوران‌ها از بهره رعایت نکردن موارد بهداشتی به گونه موقت تعطیل شدند. هرچند مقام‌های روس علت انجام این کار را رعایت نکردن موارد بهداشتی می‌دانند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که روسیه احتمالاً این کار را از بهره افزایش تحریم‌های غرب بر این کشور انجام داده است. تا لحظات دیگر، نمایش 70 گونه انگور در جشن انگور ولایت هرات. ادامه خبرها. شهرداری هرات امروز 10 گونه انگور این ولایت را در مرکز شهر هرات به نمایش گذاشت. سرپرست شهرداری هرات میگوید که این جشن به منظور معرفی بهترین گونه های انگور هرات برگزار شده است. هرات با داشتن بیش از 70 نوع انگور در کشور آوازه خاصی دارد، اما نبود بازارهای مناسب برای فروش انگور باعث شده است باغداران هرات سود مناسبی از این محصول زراعتی به دست نیاورند. اما در اینجا شهرداری هرات 10 نوع انگور این ولایت را در چوک گلهای شهر هرات به نمایش گذاشت. در همین حال سرپرست شهرداری هرات میگوید که به نمایش گذاشتن انگور هرات به نشانه محصول دستان باغداران این ولایت پیام صلح‌خواهی دارد. پیام صلح داریم، پیامی که مردم شما می‌بینید با چی شور و هلهله دور هم جمع هستند، این برنامه را تماشا می‌کنند. برنامه اساسی ما همین بوده. در همین حال شماری از باغداران از همکاری نکردن ریاست زراعت با آنان شکایت دارند. نبود آب داریم، نبود سردخانه داریم، دیگه نبود فود کیمیایی داریم. آب میگم که از اول حمل قد میشه بریم، همه آبی هم که هست مایید به ذریع دبل و اینا بالا میکشه. من 50-60 جوباخ دارم، اگر ما بتونم بزیر رسیدگی بکنم، دولت به ما همکاری بکنه در بخش آبیاری، در بخش خود کیمیایی بسلام، اگر خدیم همکاری بکنه، من همی 50 تا جوباخ داشته باشم، 50 نفر از سال راحت میتونه زندگی کنه. این جشن انگور ساعت 8 صبح پنج شنبه برای یک ساعت برگزار گردید و
و پس از بازدید مسئولان دولتی از این نمایشگاه با بی‌نظمی پایان یافت. این جشن یک ساعته با انتقاد شمار از باشندگان هرات نیز روبرو شد. شمار از باشندگان این ولایت تاکید می‌ورزند که این جشن برای مقام‌های دولتی برگزار گردید، نه برای مردم. این بود خبرهای این ساعت. تشکر از توجهتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.